بینندگان و شنوندگان عزیز و محترم به برنامه دانش، بینش و آزادی خوش آمدین. بنده حبیب ریاضتی در خدمت شما هستم و هدف از این برنامه ها همانطور که مستحضرید آن است که یک فضایی ایجاد بکند که ما بتوانیم به کمک مشورت و شفقت فارغ از هر گونه تعصب به مسائل اجتماعی امروز توجه بکنیم، بالاخص مسائلی که ایران عزیزمون رو تحت شعاع قرار داده. آیا این مشکلات رو می شود نادیده گرفت؟ آیا عواملی که این مشکلات بنیادی رو ایجاد کرده است چه می باشد؟ و از همه مهمتر آیا راه حل هایی وجود دارد که ما بتوانیم حداقل آینده بهتری برای خودمان و هموطنانمان ایجاد بکنیم؟ شما میدانید سروران عزیزم که ایران ما مخزن اسرار است. ایران کشوری است که صاحب ثروت‌های بی‌منتها بوده از لحاظ ادبیات، از لحاظ انسان دوستی، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ تمدن، و متاسفانه به دلایل زیادی ما این ثروت‌های مکنونه رو نتوانستیم یا نخواستیم که بفهمیم، درک کنیم و قدردانی کنیم، تا آنکه اسیر خرافه‌گری، اوهام، بت‌پرستی، آخوندپرستی و سایر شؤونات مضر نشویم. برنامه امروز رو بنده تخصیص دادم به یکی از کسانی که هر چقدر بیشتر به آثارش، نوشتجاتش توجه بشود، بیشتر ما رو هوشیار میکند، دانشمون رو افزون میکند، بینشمون رو عمیق‌تر می‌سازد و از همه مهمتر آزاد می‌شویم از این قیوداتی که ما رو اسیر کرده است. این برنامه به کمک دوست عزیز، همکار گرامی، سرکار خانم دکتر فریما شهراز که این بار هم توسط تلفن با ما تماس میگیرم به خاطر مشکلاتی که وجود داره از طریق اسکایپ. بنده مفتخرم که ایشون رو با خودم داشته باشم و در مورد یکی از این ستارگان آسمان ایران بل جهان با هم صحبت بکنیم و اون ستاره و خورشید معنوی کسی نیست غیر از مولانا جلال الدین رومی. ما میخواهیم به ذکر بعضی، عرض میکنم بعضی، چون در یک 40 دقیقه فرصت نیست که به تمام افکار و آراء این شخص بزرگوار پرداخت، به بعضی از اونها میپردازیم و نشون میدیم که چگونه توجه به این آرا میتوانست ما رو اسیر زنجیرهای خرافه نکند اگر بهش میپرداختیم، و چگونه میتوانیم امروز تجدید بکنیم این فراموشی رو که ازش رهایی پیدا نکردیم و به انقلاب انجامید، چگونه می توانیم یک انقلاب جدیدی در فکرمان، در روحمان ایجاد بکنیم تا شاید به تدریج خودمان و دیگران رو
از این وضعیت ناهنجار رهایی بدیم. با عرض تشکر از خانم دکتر فریما شهراز، خوش آمدیم فریما جان. درود بر شما آقای دکتر ریاضتی نازنین، همچنین درود میفرستم به بینندگان و شنوندگان برنامه پرمحتوا و اندیشه پرور شما. برای من باعث افتخاره که در خدمت بزرگواری چون شما و عزیزان شنوندمون هستم. روز شنبه معمولا روز طبیعت گردی ماست و معذرت میخوام که با تصویر هستم. امیدوارم که به زودی بتونیم که حضوری در خدمت عزیزان باشیم. آقای دکتر، کلام ما با نام مولانا امروز مزین و زیبا میشه. مولانا رو اگر ما بحثی درباره انسان و انسانیت داشته باشیم، شایسته ترین شخصیت که در واقع بزرگترین انسانگرا شناخته شده مولانا جلال‌الدین بلخی. منظور از انسان همون انسانی است که مولانا در دیوان کبیر با چراغ به دنبال اون میگرده و اون رو آرزو میکنه، انسانی که مولانا از دیو و دست و انسان نماها ملول و بیزار شده و این انسان رو جستجو میکنه. امروز صحبت ما بر سر این انسانه. من درباره واژه آدم و انسان این رو اول یه مقدار درباره صحبت کنم که در بعضی از منابع ما به این جا میرسیم که موجودی دوپا به نام آدم به دنیا میاد و یک مراحلی رو طی میکنه و به صفات و فضیلت‌های انسانی آراسته میشه و انسان میشه. در منابع دیگری میبینیم که انسان‌ها به دنیا میان و دچار به صلاح در واقع مزین میشن به صفات آدمیت و آدم میشن. اینجا مفهوم مهمه که ما بدونیم که این سیر ارتقایی در واقع در مورد چه چیزی داریم صحبت میکنیم و در مورد چه کسی داریم صحبت میکنیم. کلمه دیگه زیاد اهمیتی نداره. حالا فرض فرمایید که ما درباره انسانیت و انسان شدن بخوایم صحبت کنیم، تعریف انسان شدن و انسان بودن یعنی آدمی که در مسیر انسان شدن قرار میگیره و در حال انسان شدن هست. نیچه سخن گویایی داره درباره این موضوع. نیچه میگه من فکر نمی کنم که ابر انسان در روی زمین زندگی کنه. ابر انسان یا اون انسان کامل بر روی زمین زندگی نمی کنه. یعنی کار انسان شدن و انسانیت پایانی نداره در واقع و مقصد همین پیمودن راه انسان شدن هست. و انسان بودن یعنی وقتی که انسان در حال انسان شدن هست که یک مسیر بی پایان و کار همه عمر ماست. مولانا اعتقاد داره که این گوهر انسانیت در وجود همه ما آدمیان به صورت ودیعه از طرف آفریدگار گذاشته شده که ما در یک زمانی این گوهر رو میابیم و با رسیدگی به اون خودمون رو متعهد میکنیم و راه انسانیت رو میپیماییم که انسان بشیم. اگر سوالی در این باره دارید که من ادامه بدم. من والا هرچی شما بیشتر میفرمایید من سوالاتم بیشتر میشه، ولی دو تا سوال که شاید خوب باشه شما یه توضیح بفرمایین. انسان بودن، انسان شدن، آدم بودن، انسان بودن. من متوجه شدم که آدم یه جنبه صوری میتونه داشته باشه و انسان یه جنبه معنوی، عرفانی و انس و محبت به خود و دیگرانه. تا این قسمتش رو گرفتم و شما میدونید روانشناس هستی، من آی کیوم یه ذره اشکال داره اینجا که آیا انسان میتونه برگرده آدم بشه؟ اگرچه آدم میتونه در مسیر انسانیت
قدم برداره. ولی آیا می شود که یک فردی همواره در یک مرحله والایی که از مراتب غیر انتهایی انسانیت رو طی کرده برگرده به اون مقام مادون خودش؟ یعنی یک تطور ارگانیکی است که میتونه هم به اسفل و سافلین برسونه خودش رو، یا به جایی که ملکوتی که ابدا نمیشود توصیف و یا تعریف کرد. سپاسگزارم از شما آقای دکتر. دنباله یه صحبت رو میخواستم به اینجا برسم که مولانا رو بیدلیل نیست که بزرگترین روانشناس و جامعه شناس بشریت هم میدونن، به این دلیل که وقتی ما مراحل انسان شدن رو با رهنمون‌های مولانا در نظر میگیریم، میبینیم که انسان برای انسان شدن باید یک روان سالم داشته باشه، و به این صورت که اگر انسان در مسیر زندگی خودش دچار آلودگی هایی بشه که اینها همین ناشی از در واقع پایین بودن حرمت نفس و عزت نفس انسان هاست که اینها رو میتونه به یک درجه به بیماری و بعد به درجه نزول برسونه، همون که شما فرمودید به درجه پایین برسونه. در واقع انسانی که حرمت نفس پایین داره و عزت نفس پایین داره و گوهر وجود خودش رو نمیشناسه، خودش رو ارزان میفروشه، در معرض خطر ارزان فروختن وجود گرانبها و ارزشمند خودش هست و روانش با آلودگی هایی مثل کینه، حسادت، برتری جویی، نفرت، رقابت، زیاده خواهی که حرص و طمع از اون ناشی میشه، روانش با اینها آلوده میشه و اختلالات روانی پیدا میکنه و بیمار میشه و موجب رنج و آزار خودش و رنج و آزار دیگران میشه. چنین انسانی نمیتونه در راه انسانیت قدم بذاره، به خاطر اینکه هنوز مراحل اولیه خودشناسی رو و ترمیم کمی و کاستی ها و معالجه کمی و کاستی های خودش رو انجام نداده. در واقع اینجا ما عرفان رو چقدر خوب میتونیم به روانشناسی متصل کنیم که اون انسانی که در راه انسان شدن هست در درجه اول باید آگاهی داشته باشه از اهمیت خودشناسی، سپس با متدهای خودشناسی، با راهکارهای خودشناسی کم و کاستی‌های خودش رو ترمیم کنه و روان سالمی داشته باشه. روان سالم یک روانی است که در واقع از آلودگی‌ها، زنگارهای ناپاکی سیغل داده میشه و میتونه اون انسان به جای کینه و انتقام و نفرت وجود خودش رو جایگاه عشق و محبت و سازندگی کنه. بله، مولانا بهترین معلم ما در این باره هست که در مثنوی می‌فرمایند که البته کار مولانا، کار بزرگ و با ارزش مولانا، این پیوندی بود که بین انسان، طبیعت و عشق و آفریدگار ایجاد کرد که در مکتب انسانساز مثنوی ما در داستانها مرتبا این رو میتونیم درک کنیم که خود مولانا، البته من این شعر رو همیشه برای عزیزانم میخونم که به قول خودشون درباره مثنوی میگن نردبان آسمان است این کلام، هر که از این بر رود آید به با. از نظر مولانا اون ارتقایی است که ما پیدا می‌کنیم و از بالا وابستگی انسان رو به
چیزهای پستر از خودش که مادیات هست میبینیم و کسی اگر این کلام رو این مثنوی رو درک بکنه میتونه به این ارتقا و به این تحول برسه که خودش رو جدا کنه، رها کنه و آزاد بشه و به اون ارزش بالای انسانی خودش برسه. بله، من این رو ممنونم از شما. یک بیتی هست که الان من همونطور که شما فرمودین یک در دفتر اول که می‌فرمایند در مثنوی معنوی در ذیل تفسیر و هو معکم اینما کنتم که به زبان فارسی ساده این است که او همیشه با شماست، آیا شما کجا هستید، یعنی شما کجایید. در اونجا یک بیانی رو در تفسیر این عبارت که فکر میکنم از جمله عبارات معروف اسلامی است میفرمایند جهد کن تا ترک غیر حق کنی، دل از این دنیای فانی برکنی. آیا در اینجا وقتی میفرمایند هو معکم او با شماست، این رو در ارتباط با اینکه طبیعت و خدا و انسان رو میخواهد به هم ارتباط بده که هر چقدر ما خودمون رو بیشتر بشناسیم خدا رو بیشتر درک میکنیم، به جوهر طبیعت بیشتر پی میبریم. به نظر شما فریما جان غیر حق یعنی چی در اینجا و دنیای فانی یعنی چی؟ غیر حق به نظر شما یه جنبه عرفانی عمومی داره یا یه جنبه مذهبی حزبی رو داره دنبالشو میگیره؟ به هر حال آنچه که از حقیقت دور باشه غیر حق میشه. آفرین. و اون تلاشی که انسان میکنه که به جوهر خودش نزدیک بشه و از راه رسیدن به جوهر وجود خودش، گوهر وجود خودش، به آفریدگار خودش دست پیدا کنه، در واقع از بیحقی، از ناحقی به حقیقت دست پیدا میکنه. پس اون چه که جدا هست دور میکنه ما رو از اون عشق و از گوهر وجود خودمون و از آفریدگار و از اون مظهر عشق و پاکی ناحق هست و بقیه و این مقوله تحول و ارتقای ما در واقع حقیقت هست. فهمیدم. این موردی خواهش میکنم در باره این مورد که فرمودید ارتباط بین انسان و آفریدگار و طبیعت و عشق و خداوند که کار بزرگ مولانا در این باره بوده، این رو هم من پاسخ بدم به بیان شیوای شما که مولانا این پیوند رو به صورت یک پیوند دوسویه بین انسان و آفریدگار خودش میدونه، یعنی یک رابطه عاشقانه دوسویه هست که عشق انسان به آفریدگار و عشق آفریدگار به مخلوق خودش هست، یعنی مثل پیوستن قطره‌ها به یکدیگر و بعد پیوستن دریاها به یکدیگر و این ترکیب و امتزاج و یکی شدن آنهاست با هم که با قدرت و نیروی عشق انسان رو به اون مظهر عشق و پاکی که آفریدگار هست میرسونه. یعنی در واقع فقط ما آگاه بشیم، دانا بشیم با حقیقت وجود خودمون، با ارزش‌های وجود خودمون. اون وقت در مثلا بیت‌های زیادی هست در این باره که بعد اون وقت ببینید که اون معشوق ما با چه عشقی به سوی ما میاد و این جاده خاکی رو برای ما فرش میکنه، هموار میکنه و ما با چه سرعتی میتونیم به اون دست پیدا کنیم. و این در واقع تفاوتی است که پیروان مکتب عشق با پیروان مکتب ترس دارن درباره خالق هستی که مولانا اعتقاد داره ما از راه عشق
خیلی زودتر میتونیم و خیلی راحتتر و سریعتر میتونیم به مظهر عشق و آفریدگارمون دست پیدا کنیم، به این دلیل که اون از جنس عشق و محبت و دوستی. من در باره این مورد میخوام به عشق مولانا و شمس اشاره داشته باشم که در واقع نماد این محبت و دوستی رو مولانا در عشق به شمس برای ما متجلی میکنه، به این دلیل که مولانا حقیقت هستی رو و عشق به حقیقت رو در واقع از طریق شمس پیدا میکنه و با سیر و سلوک عرفانی از طریق شمس آشنا میشه و به اینجا میرسیم که در واقع هدف نهایی این سیر و سلوک عرفانی پیدایش همین انسان و پیدایش راه انسان شدن و انسانیت و راه تکامل هست. بله. به دلیل راه انسان خودش رو سیغل میده، پاک میکنه از آلودگی ها و از زنگار ناپاکی ها و به اون جوهر گرانبهای وجود خودش میرسه. آیا فریما جان این یه بحثیه که در بین بعضی از متحریان حقیقت، پژوهشگران فلسفه مولانا و شمس وجود داره که آیا واقعا این شمس اشاره به شمس حقیقتیه که مولانا دنبالشه یا واقعا یه شمس تبریزی وجود داشته؟ بنده نظر خودم رو ابراز نمی کنم، میخوام از بیانات شما مستفیض بشم. آیا با این توصیفاتی که شما فرمودین، آیا این شمسی که به دنبالش بوده نماد باطنیش همون شمس حقیقته که اون حقیقت اون موقع عشق انسان شدن، مقام عظیم انسانه، ولی مقام سوریش و مفهوم سوریش یا نمادیش شمس تبریزیه؟ آیا این دو وجه رو میتونیم ما قائل بشیم یا شما فکر میکنین که مقصود از شمس فقط همون شمس ظاهری یعنی شمس تبریزیه؟ آقای دکتر، مدارک زیادی وجود داره، مستندات زیادی وجود داره که شمس تبریزی در تبریز بوده و بعد به اقصی نقاط دنیا، اون زمان دنیایی که مرکز علم و به اصطلاح و تجمع بزرگان بوده مسافرت میکردن و با این بزرگان آشنا میشدن و بر اساس این مستندات بله شمس تبریزی وجود داشته و بعد ایشون در جستجوی فردی بوده که بتونه این سیر و سلوک عارفانه رو با اون تقسیم کنه و اون زبان گویای این بشه و این رو پرورش بده و بعد بتونه این رو برای بشریت بر جای بذاره، که سرانجام خب کم و بیش همه میدونن که چگونه این شخصیت به مولانا برمیخوره و بعد مولانا دورانی رو در سیر و سلوک بایشون میگذرونه. غیبت های شمس داشته که غیبت اول برای مولانا بسیار جانگداز بوده و به دنبال شمس رفته و بالاخره شمس رو برگردنده و این بار مدت بیشتری شمس در کنار مولانا بوده و بعد غیبت دوم که به اصطلاح دیگه بعد از اون شمس ناپدید میشه در زندگی مولانا، در اونجا این وجود جسمی و حضوری که وجود داشته در وجود مولانا کم 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 به یک مظهر و به یک سمبل عشق تبدیل میشه، به طوری که دلتنگی های مولانا رو به اینجا میرسونه که من قبل از شمس مولانا بودم اما بعد از ملاقات با شمس یک آمیخته‌ای با وجود شمس شدم. اون چی که در وجود اون بود، اون شناختی که اون از حقیقت هستی پیدا کرده بود الان در وجود من هست و من از اون جدا نیستم و اون از من جدا نیست. همون تعبیری که خدمتون گفتم مثل ترکیب دو دریاست با یک دیگر
امتزاج دو دریاست. دیگه معلوم نیست این آبی که اینجا میبینیم از متعلق به کدوم یکی از دریاها بوده، یکی میشن و این یکی شدن اون با شمس و یکی شدن او با حقیقت هستی یک پیوندی بین این بین اینها ایجاد میکنه که دیگه رفع دلتنگی از به اصطلاح دوری شمس برای مولانا میشه و به همین دلیل هم اون دیوان کبیر و دیوان با عظمت خودش رو به نام شمس نامگذاری میکنه، چون که دیگه خودش شمس بود و شمس مولانا بود و هر دو مظهر عشق و مظهر حقیقت هستی بودن. بله، یکی دلایلی که این سوال رو کردم فریما جان به نظر میاد اختلاف اقوالی که وجود داره بیشتر من رو به یاد افلاطون و سقراط میندازه، که اگرچه سقراط از خودش هیچ نوشته ای نداره، تا جایی که برتراند راسل موقعی که در مورد سقراط میخواد حرف بزنه یه پرانتز باز میکنه و میگوید سقراطی که افلاطون و ارسطو و سایر شاگردان به از او یاد میکنن. پس ولی با تذکرات و توضیحاتی که شما فرمودین، اگرچه حقیقتا مولانا به یک شمس حقیقی و تجلیاتش معتقد بوده که همون حقیقتیه که او خودش میشه یکی از اون مظاهر اون شمس حقیقت، ولی به صورت ظاهر هم بر روی زمین یک فردی به اسم شمس تبریز وجود داشته. این رو من درست فهمیدم؟ بله، سپاسگزارم از شما. بله. این باد چیه؟ شما تو طبیعتی؟ این باده اذیتت میکنه نه؟ بله، من صدا میاد آقای دکتر. بعد من تو گفتم خدمتتون که شنبه ها معمولا روزی است که به طبیعت پناه میبریم و این سعادت رو ندارم که تصویرم رو چون یه نفر ندارم جز یه تلفن همراه خودم. قربان شما، اگر این صدا اذیت رو میکنه من به مکان دیگری برم. نه خیلی خوبه، من فقط میخواستم مطمئن بشم که اشکال از این ارتباطات نیست. پس این طبیعیه، هیچ اشکال نداره. اگه اجازه فرماییم ما به یه آگهی توجه میکنیم و بعد در خدمت شما و بینندگان خواهیم بود. خیلی ممنون از توجه شما و در خدمت خانم دکتر فریما شهراز هستیم، دوست عزیز، همکار گرامی و عارف. صحبت ما در مورد مولاناست و تأثیراتی که آثار این شمس عرفان میتواند در دیدگاه های ما ایجاد بکند و از همه مهمتر اعتقادات ما رو رنگ و بوی انسانیت بهش ببخشد صحبت میکنیم. یکی از مواردی رو که خانم دکتر بهش اشاره فرمودن آن است که انسانیت مرحله کامل شدن نیست. یک اشاره‌ای کردم به بیان فیلسوف آلمانی نیچه که اون انسان کامل بر روی زمین وجود نداره، بلکه ما هر روز به سمتش ارتقا پیدا میکنیم. ایشان در این مسیر به فرق آدم و انسان اشاره کردن و انسان رو صاحب خصائل ویژه‌ای دانستن. من یک سوالی که واسم پیش اومد که میخواهم مطرح بکنم آن است که چگونه است که انسان‌ها در این مسیر انسان شدن میتونن با عوامل خودخواهی، خودپسندی و سایر شونات غیر انسانی مواجه بشن و آیا نباید در هر حال با این قضیه جنگید و جهد و کوشش در این مسیر اون مقام انسانیت رو میتونه حفظ کنه. امیدوارم
فریما جان که من خلاصه خوبی کردم از بیانات شما و اگر کم آوردم من رو ببخشید، به بزرگواری خودتون. خواهش میکنم آقای دکتر، بیانات شما همیشه روشنگر و بسیار وزین و با ارزش برای همه ما. من یه سوالی الان ایجاد شد در همین راستا. یک بیان دیگری است از مثنوی که خیلی جالبه برای من. میدانید فریما جان، اینجا الان بحث عرفانیه، انسان‌های قشری و اونهایی که همه چیز رو به صورت سوری و لغوی میگیرن، یکی از مشکلات عمیق این مفهوم جهاد بوده که مورد سوء استفاده قرار گرفته توسط پیروان ادیان، صاحبان ادیان که بخوان حقوق و مزایای انسانها رو پایمال بکنن. و جالب هست که یک حدیثی است که دوباره مولانا به اون اشاره میکنه و اون حدیث همونطور که شما مستحضرید در آثار عرفای قبل از مولانا هم اومده و اون بحث جهاد اصغر و جهاد اکبر است و در تفسیری که در دفتر اول مثنوی آمده است، تفسیر رجعنا من جهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر یا اکبر، ما میخواییم از جهاد اصغر خودمون رو رها کنیم تا و به جهاد اکبر بپردازیم. در ظلش اینطوری صحبت میکنه: چون که واگشتم ز پیکار برون، رو آوردم به پیکار درون. آخرین بیت در ذیل این تفسیر آن است: سهل شیری دان که صفها بشکند، شیر آن را دان که خود را بشکند. میتونین ما را راهنمایی کنید این دو بیت رو بفهمیم و به مفهوم جهاد حقیقی که جهاد با نفس اماره است پی ببریم؟ بفرمایید. فرمودید همین الان دو به کلام رو فرمودید، کار در واقع نبرد ما، پیکار ما و چالش و چلنج ما با نفس اماره کار همه عمر ما. جلبه های دنیایی و بیرون ما و مادیات بسیار بسیار فریب بنده و گول زننده برای ما. ما انسان هایی که گرایش عجیبی داریم که اسیر نفس خودمون بشیم، این نفس اماره که میخواد به ما امر کنه و فرمان روای وجود ما بشه، مرتب در حال این فریبکاری با ما هست که ما رو از جوهر وجود خودمون، از اون ارزش های خودمون دور کنه و ما رو به عواملی که بسیار پستر از جوهر انسانی گرایش بده، که تا جایی که انسان میتونه به خاطر اون ارزش های مادی در واقع بسیار بی ارزشتر از وجود خودش، میتونه به انسان های دیگه صدمه بزنه، تخریب خودش و دیگران رو فراهم کنه با توجه به زیاده خواهی، آز و طمع و این معضلاتی که جهان امروز باهاش مواجه هست. تا این درجه انسان میتونه به پستی و نزول گرایش پیدا کنه. در نتیجه این کار همه عمر ماست که با این نفس در جدال باشیم و این جواب در واقع پاسخمون سوال شماست که بله، انسان اگر از خودش غافل بشه، اگر از خودش رو فراموش کنه و این دل وابستگی رو و این اسارت رو پیدا بکنه، مسلماً میتونه باز دوباره به تنزل کنه و مقام پایین تری از خودش برسه. این خطر همیشه در دنیای
معمول و عادی برای بشر وجود داره و اینکه ما مرتبا باید از این منابع استفاده کنیم، از سخن بزرگان، از راهنمایی ها و رهنمون اونها استفاده کنیم، مرتبا باید حمام روانی انجام بدیم، شستشو بدیم این زنگارها رو از روان خودمون. همه به خاطر همین هست که ما اسیر و گرفتار نشیم و روح آزاده خودمون رو به چیزهایی پایین تر از خودمون نفروشیم. بله بله، پس بنابراین در این 10 دقیقه که داریم، آیا من درست درک کردم که انسان شدن در حقیقت با فتنه توامه؟ فتنه به معنی امتحان هست، یعنی هر چقدر ما میخواهیم که انسان بشیم بایستی قادر بشیم که نبرد کنیم با اون افکار عقایدی که ضد انسانی است. یعنی شاید ارزش این بحث در عصر حاضر آن است که وقتی پیامی رو میگیریم، وقتی چیزی رو میخونیم، از خودمون بپرسیم آیا این باعث ارتقاء مقام انسان میشه؟ و وقتی جواب میدیم بله، بعد بایستی خودمون رو از قیوداتی مثل تعصبات، مثل تقلید و سایر مواردی که یا خودمون رو کوچیک میکنه یا اسباب کوچیکی دیگران رو فراهم میکنه بپرهیزیم و هر چقدر در این راستا حرکت بکنیم به انسان شدن نزدیک تریم. آیا این نتیجه گیری رو من میتونم بکنم فریما جان؟ تمنا میکنم، بسیار عالی، شیوا رفتار. قربان شما. ما در جلسه امروز با حضرت مولانا هستیم و ایشون اعتقاد داره که روح انسان همیشه یک مسیر ارتقایی رو، یعنی در راه انسان شدن یک مسیر ارتقایی رو طی میکنه. حتی در اون ابیات زرین میبینیم که از جمادی مردم و نامی شدم، از جماد به نبات، از حیوان به انسان، این مسیر رو طی میکنه. یعنی در واقع ما وقتی که انسان نشده ایم جماد و نبات هستیم، یعنی فرقی نمی کنیم. حتی اونها شاید ارزششون بالاتره چون اونها غریزی کار می کنن، غریزی زندگی می کنن و کار خودشون رو انجام می دن، اما ما کار انسان شدن رو انجام ندادیم. بله. و در این مسیر باید به جوهر اولیه که همون عشق و آفریدگار هست برسیم و همه این راه رو مولانا اعتقاد داره که ما با شوق و اشتیاق برای این وصال طی میکنیم. اگر به اصطلاح حتما یادتون هست در آغاز مثنوی با همون 18 بیت نینامه شروع میشه که با شوق و اشتیاق ما برای رسیدن به اون معشوق خودمون این راه رو طی میکنیم و این همون راه انسان شدن و انسان بودن. آفرین. که همطور که خدمتون گفتم مولانا پیرو مکتب عشق هست و آفریدگار رو در همه زیبایی ها، در دوستی، محبت، در زیبایی های طبیعت، در رفاقت ها، در موسیقی، در رقص و آواز میبینه، نه در انتقام و خشم و مجازات. و به این ترتیب هست که محبت و عشق سرمایه این وصال، رسیدن به این وصال هست. یعنی وقتی که دانه های عشق و محبت در وجود ما کاشته میشه و جز اون از وجود ما بیرون نمیاد، این یک آزمایش، یک آزمون خوبیست که ما میدونیم در راه انسانیت و انسان شدن و انسان بودن هستیم. مرحبا. من یه دو تا سوال دیگه دارم، اگر بتونیم در عرض این 7-8 دقیقه بهش بپردازیم مختصر و مفید. 70 من در خیلی از این ابیات مثنوی و معروف است
به صورت عرفی که مثنوی هفتاد من. آیا این من در حقیقت مراحل مختلفه من بودنه که از همون من محدود شروع میشه و مراتب لا تحصایی داره به من حقیقی که اون من حقیقی من جهانی است و من جهانی همون من الهی است؟ آیا این هفتاد من مراحل مختلفه سیر از نفس اماره به سوی نفس ملکوتی و لاهوتی است یا برداشت شما غیر از اینه؟ آقای دکتر، این سیر ملکوتی و در واقع مسیر عشق در وجود همون منهای قرار میگیره که از اول این مراحل رو طی میکنن و در آخر به اون انسان ایدئال و انسان کامل میرسن، که البته منظور این نیست که پایان راه هست، نه، همون که خدمتون عرض کردم در مسیر تکامل قرار گرفته. به نظر منم همین فرمایش شما برای منم این مثنوی هفتاد من این معنی رو داره که در یک مسیر پرعشق ما تحول و شکوفایی پیدا می کنیم تا به اون انسان ایدئال و انسان کامل مرحبا. آخرین مورد نظرش بوده که از دیو و دد ملول بوده و اون انسان رو آرزو میکرده. بله قربان شما. آخرین سوال که در عرض یه دو سه دقیقه من میخواهم از وجود شما فیض ببریم آن است که به نظر میاد، فریماجه اینو به شما میگم ولی شما به کسی نگو، این رو بذارین چون این بینندگان ما هم که الان بعد از ظهر و خوابالو هستن و اینا شاید یادشون بره، آیا درست میشه گفت اگر ما بگیم یا میشه بگیم که تمام این مراحل انسانیت از دیدگاه مولانا با اراده آزاد، خرد پروری و مهر پروری حاصل میشه، نه از روی ترس، تقلید و غریزه طبیعی؟ چون اگر ما بخوایم به مقام انسانیت نائل بشیم باید با عشق، با اراده آزاد، با خرد پروری و مهر پروری توأم باشه و الا به اسم انسانیت میتونیم خیانت‌های زیادی به خودمون و سایر اعضای خانواده انسانی بکنیم. متوجه سوال به اون صورت نشدم، نمیخوام در این وقت خیلی حاشیه برم. یعنی در حقیقت کدوم قسمت رو میخواید که ببینی؟ من میخوام فقط این رو تأکید بکنیم چون این بیان شما بود که یک سیر تحولی طبیعی در عالم وجود داره که در موجودات ما میبینیم، در حیوانات، که غریزیه، طبیعیه، ولی برای انسان شدن ما بایستی این مفهوم رو به صورت ارادی به دست بیاریم و با توسل به خرد و مهرپروری ایجادش بکنیم و الا همیشه اسیر جنگ یا پیکار بیرونی هستیم نه پیکار درونی، همونطور که مولانا قید کرد. درست فهمیدم؟ تمنون میکنم. بله آقای دکتر، در مثنوی مولانا در واقع نسخه انسان شدن رو در قالب داستان ها به این صورت میاره که انسان با نیروی تفکر و اندیشه و ژرف‌نگری درس ها و پیام ها رو درک میکنه.
پیام های عارفانه رو و به این عرفان به این شناخت میرسه. یعنی در واقع دل رو میگشاید، دل رو باز میکنه و با چشم دل حقیقت رو میبینه و وجود خودش رو از خراب شدن و فاسد شدن نجات میده. من یاد این شعر این بیت افتادم که شرط تبدیل مزاج آمد بدان که از مزاج بد بود مرگ بدان. یعنی اگر بدی ها و آلودگی ها رو از بدن پاک کنیم سلامتی روان برای ما حاصل میشه. خیلی کار بزرگتر دیگری احتیاج نیست انجام بدیم، فقط مواظب باشیم که این آلودگی ها روان ما رو به صدا فاسد و خراب نکنه که نتونید وقت جایگاه عشق و محبت باشه. مسلما این کار بسیار ارادی است. مسلما انسان در مسیر زندگی خودش در یه زمانی که از فعالیت های زندگی مادی و همینطور از یاد گرفتن از آموزش های علمی و رفتن در بیرودار زندگی و درگیر شدن به معیشت و همه این برنامه ها در یک جای به یک جایی میرسه که میخواد بدونه مفهوم زندگی چیست و اصلا مأموریت اون در این دنیا چی بوده و معنی زنده بودن اون و زندگی اون چیست. اینجاست که اولین جرقه های خودشناسی و با این سوالات برای انسان ایجاد میشه و بعد از اون با مطالعه و جستجوی به اصطلاح منابعی که بتونه خودش رو بیشتر بشناسه و بعد خودش رو آزاد کنه از بسیاری از رنج ها و از کمی و کاستی ها، به این صورت قدم های اولیه رو در راه ارتقای خودش و در راه آرامش و شادی خودش بر می داره. بله. که سرمایه این هر چقدر این بدی ها و این آلودگی ها پاک میشه، عشق و محبت بیشتر جایگزین میشه در وجود انسان و به اینجا میرسه که از در واقع به اون مرحله خودپذیری، خوددوستی و عشق به خود و عشق به همه، عشق به زندگی و همه جنبه های زندگی در وجود اون زنده میشه و رشد پیدا میکنه. اون داستانی که ما در مثنوی بهش برخورد میکنیم که ما در واقع دو تا تولد داریم، یک تولدی هست که ما از اون اطلاعی نداریم اما تولد دوباره ما حتما به دست خود ما انجام خواهد شد. زمانی که الان ما داشتیم درباره آدم و انسان صحبت میکردیم، اون تولد دوباره ما در واقع ما رو به انسانیت میرسونه. ما از خودمون یک انسان متولد میکنیم و یک انسان به وجود میاریم با توجه به تلاش و همین نبردی که با نفس امارمون میکنیم و با دانایی و آگاهی که پیدا میکنیم خردمند میشیم و بعد عاشق میشیم و به این صورت عشق رو گسترش میدیم. مرحبا. برکنده میکنیم. مرحبا به شما. من نمیدونم چگونه از شما تشکر بکنم، فرصت کم ولی مطالب پرمحتوا، غنی و ما فقط امیدوارم که تونسته باشیم فرما جان یک فضای ایجاد بکنیم که دوستان این کتاب رو وردارن و بخوانن و بدانن که خودشون قادرن که بفهمن، چون در وجود همه ما این قابلیت درک هست، ما دیگر احتیاجی به آخوند و مرشد و غیر ذالک نداریم. اگر خودمون به خودمون احترام بذاریم میبینیم که در وجود تمام ما یک مولانای کوچکی نهفته است و ما باید مولانای زمان خودمون بشیم، در این حالی که قدر تمام افراد قبل رو میدونیم، ارزشمندی آنها رو حفظ میکنیم، در این حال خودمان یه مشعل خدایی بشیم که برای آیندگان هم ما یک راه چاهی فراهم کنیم. نمیدونم چگونه تشکر بکنم فریما جان، حالا باید تصمیم بگیریم
که برای دفعه بعد مفهوم عرفانی خیلی از واژه ها رو که در مثنوی هست ادامه بدیم یا خیر. من تا اونجایی که ملتفت شدم دفتر اول رو موازیش رو بررسی کردیم، اکثر مطالبی که شما فرمودین. اگر مایل باشید، و من دو سه تا تکستم گرفتم که این مطلب رو دفعات بعد هم ادامه بدیم اگر مایل باشید. حتما ادامه میدیم آقای دکتر، برای که ما در اندیشه عرفانی مولانا باید بدونیم که با پسگرایی، تعصب، خشونت و استبداد عقیدتی کاملا مردود و در افکار اون با در واقع رد میکنه حق بازی های عوام فریبانه رو که برای رکود و انجماد افکار جامعه میاد به شکل های مختلف و این بیشتر برای سوء استفاده از افراد بشر هست. این بحث رو میتونیم بسیار عالی ببینیم، بحث مثنوی رو و افکار عارفانه مولانا رو. خیلی ممنونم، از طبیعت لذت ببرین و انشالله خوب و خوش و سالم باشی فرما جان تا ماه آینده. سپاسگزارم از فرصتی که من دادید آقای دکتر. قربان شما. و بدرود میگم با شما و شنوندگان عزیز برنامه شما. فدای شما، خدا نگهدار. سروران عزیز، این کتاب مثنوی معنوی، امیدوارم که بتونین بهش توجه بکنید. این کتاب ها رو معمولا موقعی که میخواییم چایی بخوریم و مهمونیه و اینا رو روی میز میذاریم، ولی امیدوار هستم که به جای میز اینها رو در صحنه فکرمون و قلبمون وارد بکنیم تا بدانیم ارزش این آثار پرمحتوا رو. این بحث با خانم دکتر بحث عمیقی بود. شاید من در طی این گفتمان یا محاوره در حقیقت به یکی از سوالات شما هم پرداختم که آیا شما به جهاد معتقدی و جهاد رو چی میدونی، و همونطور که توجه کردین بنده نظر خودم رو ابراز کردم و نظرم همون نظر مولاناست، همون نظری است که عرفای قبل وجود داشته در آثارشون. من معتقد هستم که گروه های مذهبی، بلخص علمای مذهبی، به خاطر قدرت، به خاطر کنترل، سعی کردن این واژه ها رو از مسیر اصلی خودشون خارج بکنن و برای اینکه مردم رو تحت کنترل خودشون قرار بدن و دیگران رو نابود بکنن، افکار آزاد رو جلوش رو بگیرن، از سوال کردن ممانعت بورزن و و و، این جهاد رو جنبه جسمانی بهش دادن، جنبه تخریبی بهش دادن. ولیکن از دیدگاه عرفانی و حتی در آثار حتی کسانی مثل کریشنا که من بی اندازه پیشنهاد میکنم که نوشتجات مربوط به ایشان و بودا را مطالعه بفرمایید، چون ادیان فقط ادیان ابراهیمی نیستند، بلکه ما تا زمانی که انسان وجود داشته روی زمین ما همیشه راهنماهای مختلفی داشتیم که در شرق و غرب عالم ما رو سعی کردن راهنمایی بکنن. یکی از اونها کریشناس و یکی از کتبی که منسوب به ایشونه گیتاس،
و گیتا موقعی که شروع میشه با عبارت جنگ یا جهاد و مقصود از جهاد رو به اول مؤمن خودش ارجونا توضیح میده که جهاد یا جنگ، جنگ با هر آنچه که انسانیت یک فرد رو از بین میبره، منظور جنگ مقصود خونریزینی، مقصود حق‌کشینی، مقصود بی‌عدالتینی، بلکه ما با هر فکری، با هر احساسی، با هر عملی که میخواهد انسانها را از هم جدا کنه، مقام یک فرد رو به عالم حیوانی تنزل بده، ما با آن جنگ میکنیم. جنگ ما جنگ با نیزه و شمشیر و اسلحه نی، بلکه جنگ ما با دانش آموختن، بینش ایجاد کردن و با مهر پروری است. بنابراین این جهاد یک بحث عمیقی است، چون ایدقه کردین صاحب مثنوی جهاد رو بر دو نوع کردن، یکی جهاد اصغر یا همین جنگ بین افراد روی شونات عرضیه و ظاهری و سوریه، و جنگ دوم جنگی که ما با افکار و آمال نفسانی خودمون میکنیم. یه نکته دیگه ای هم که بی اندازه قابل توجه بود در این محاوره آن است که ما قابلیت هم خوب بودن رو داریم و هم بد بودن رو، و بد و خوب رو ما در حقیقت به جای هم به کار نمیبریم، ولی بد به خودی خودش وجودی نداره، بلکه نبودن خوب رو ما میگیم بد. یعنی وقتی که انسان رو تعریف میکنیم، انسان رو به خصائل پاکش میشناسن، خصائل یک فرد خردشه، از هر چه هست ما بایستی بگذاریم و به زیور خرد مزین بشیم. وقتی شما مزین به زیور خرد بشین، آن موقع هر کسی نمیتونه روی شما تأثیر بذاره، هر کسی نمیتونه از حقوق و مزایای شما سوء استفاده کنه. آزادی بیان شما تا جایی که با احترام عرضه بشه، تا جایی که اسباب به هم زدن نظم نباشه، یعنی سبب بی نظمی نباشه، بایستی حفظ بشه. آزادی فکر، آزادی عقیده و از همه مهمتر سروران عزیز، این خرد وقتی با مهر آمیخته بشه به ما دو بال میده که بتونیم در فضای لاینتهای انسانیت سیر بکنیم، و الا پرهامون آلوده میشه به این شؤونات مادی سوری که معنی نداره، و محروم میشیم از ارتقا به مقام انسانیت. سوال بعدی که شما از بنده کردین آن است که آیا اصلا امکان داره که سیاست رو در اشتخالت نکرد؟ اگر چنین است، چرا شما و بعضی از همکارانتان اصل عدم مداخله در امور سیاسی را پیش گرفتین؟ سوال خوبی است. در ابتدای بیانتون سرور عزیزم نکته جالبی رو فرمودین. آیا می شود که زنده بود، انسان بود، در اجتماع زندگی کرد ولی در سیاست دخالت نکرد؟
آیا اصلا اصل عدم مداخله در امور سیاسیه یعنی چی؟ میگه میشه انسان در یه اجتماعی زندگی بکنه ولی از سیاست‌های او که بر او وارد میشه آگاهی نداشته باشه و یک حالت بی‌اعتنایی رو به عهده بگیره. تا آنجایی که بنده ملتفت شدم، سیاست، سروران عزیزم، معانی مختلفه داره و این رو بنده نمیگم، شما میتونین تحقیق بکنید. یک سیاست یک معنی داره در لغت، یک معنی داره در عرف، یعنی در بین مردم عمومی، و یک مفهوم خاص ویژه‌ای داره. در لغت سیاست به معنی جزا دادن، مجازات کردن، به همین دلیل که حتی ما کتبی داریم که در علم سیاست عمل کرد و جوابها و مجازاتها نوشته شده. حتی در کتب ادیان موقعی که میخوان به مجازات و مکافات و اینها بپردازن، یه قسمتشون سیاسته که به کار میبرن. ما با اون که کاری نداریم، چون در هر اجتماعی بالاخره به هر عقیده‌ای که داری، هر فرهنگی که داری، بر حسب موازینی که اتخاذ کردی شما یک راهی رو میری و بعد یک پیامدهایی داره، یه مجازاتایی داره، یه پاداشایی داره. پس همه اهل عالم چه بخوان چه نخوان در این معنی سیاست دخالت میکنن و بیتوجهی بدیم معنی سیاست در حقیقت میتونه برایشون گرون تموم بشه، چون مجازات های کلانی رو بعضی موقع ها میدن. یه مفهوم دیگه سیاست معنیش خیلی طبیعیه، به معنی حکمت، به معنی تدبیر. سیاست داشته باش، سیاست داشته باش یا حکمت داشته باش، یعنی شما یه تئوری دارین، یه نظری دارین، میخواین اون نظر رو عملیش بکنید، بنابراین همینطوری رو هوا تصمیم نمیگیرین، جوانبش رو میسنجین، تأثیراتش رو میسنجین، آیا به کیا ضرر میزنه، به کیا ضرر نمیزنه، آیا نفعش عالمگیره، آیا به اون هدفی که میخواین واقعا میرسین. این چیزی که ما در اصطلاح انگلیسی بهش میگیم استراتژی، یعنی یه استراتژیست در حقیقت یک سیاست مداریه که حکمت رو، که مقصود از حکمت اعمال و اقوال لی هست، که ما رو نزدیک میکنه به اون حقیقتی که من حیث نظری اعتقادی ما تجسم کردیم و میخوایم من حیث عملی بهش برسیم. والا من هیچ انسانی رو نمیتونم تصور بکنم که در این معنی سیاستم دخالت نکنه. پس عدم مداخله در امور سیاسیه اصلا معنی نداره. موقعی که شما سیاست رو به معنی مجازات و جواب اعمال میگیرین و به معنی تدبیر کردن و حکمت داشتن و تعمق کردن و راه حل مناسب برای رفع مشکلات ایجاد میکنید. ولی یه معنی سومی هست که به معنی پلیتیک، اروپایی ها استفاده میکنن و این معنی که در آثار ارسطو شما میبینید، در آثار یونانی فلاسفه یونان استفاده میشه، و پلیتیک اون چیزی است که سیاست مدونه در حقیقت، یعنی مربوط میشه به سیاست مدارایی که مملکت داری میکنن. حالا
اینجا این سیاست مدون رو هم میشه فهمید و عدم مداخله درش وجود داره. یعنی چی عدم مداخله؟ عدم مداخله یعنی این که بنده به عنوان یک فرد مستقل از این که دینم چیه، اعتقاداتم چیه، سعی نمی کنم در مسیری در مورد اولیای امور یک مملکت وارد بشم که موازین اخلاقی، معنوی و وجدانی انسانی رو لغو میکنه. یعنی به عبارت دیگه من میزان ارزشیابی یا تأثیرم روی اولیای امور از راه‌های صحیح بنیادی فرهنگی انسانی میشه، نه به اینکه بیام به هر وسیله‌ای که شده بخوام به براندازی حکومت بپردازم. یا به عبارت دقیق تر، چون شما هوشیار هستین، ما نمیخواهیم معتقد بشویم که هدف وسیله رو توجیه میکنه، شعار معروفی که در کتاب شاهزاده ماکیاولی عنوان کرد که ما برای اینکه به هدفمون برسیم اگر باعث انسانیت یعنی کارهای مثبت بکنیم میکنیم، اگر قرار شد کارهای منفی هم بکنیم میکنیم، چون هدفمون نه انسان بودنه نه انسانیت، هدفمون رسیدن به اون هدفه. ما ماکیاولیانی نیستیم. به عنوان ذکر مثال عرض میکنم، چون بنده الان این برنامه فارسی است و خطاب میکنم به نفوسی که در ایران سکونت دارن، در این شکی نیست که دوره علمای مذهبی گذشته و اگر گروهی هنوز فکر میکنن که احتیاج به مرشد و مرجع تقلید دارن، ما کاری به اونا نداریم، ولی من میخواهم به اون دوستان هم با نهایت درجه عشق به شما بگویم، عرضه کنم که بزرگترین مرجع تقلید شما خرد شماست، عقل شماست، شعور شماست و اون مهریه که در قلب شما به ودیعه گذاشته شده. شما در این دوره احتیاجی ندارین به آخوند، به کشیش یا به هیچ تشکیلی که به شما بگوید شما انسان هستی یا خیر. حقوق و مزایای انسانی شما رو باید خودتون تشخیص بدین. حالا در یه مملکتی زندگی میکنیم، چه در امریکای به ظاهر مدرن، چه در کشورهایی که با استبداد دارن مردم رو کنترل میکنن، اقلیت‌ها رو زجر میدن، ما چگونه با این دولت‌ها روبرو بشیم؟ آیا میتونیم به دشنام دادن اونها بپردازیم؟ آیا میتونیم هی آخوندها رو خراب کنیم؟ آخوندها رو بخوایم زائل کنیم؟ اون شاید به نظر شما یک باد بزن خوبیه برای اینکه این دردهای درونی رو تسلیم بدین، ولی اینا به درد نمیخوره. چرا؟ چون سیاست مدون رو از بالا نمیشه عوض کرد، سیاست مملکت رو بایستی از طبقه پایین افراد شروع کرد. عدم مداخله در امور سیاسی در اینجا معنی داره مستقل از این که شما دینتون چیه، مرامتون چیه،
اگر بخواهید سیستم حکومتی رو تغییر و تحول بدین با شونات غیر انسانی، با توسل به دروغ، با توسل به ظلم، شما هم فرقی با اون کسانی که بر شما حکومت میکنن ندارن. بنابراین راه راست رو اگر برین، خود راه راست اگر جنبه کلی عمومی ایجاد بشه تأثیر فراوان داره و رژیم های فاسد رو از بین میبره به هر اسمی. خوب دقت بفرمایید، بنده ابدا نمیخوام از این عرایز بنده سوء استفاده بشه. من نمایندگی هیچ حزب یا گروهی رو ندارم، نمیخوام هم داشته باشم. تنها گروهی رو که بنده اینجا موظفم حمایت بکنم گروه انسانه و همه ما رو شامل میشه. همه انسان ها مستقل از اعتقاداتشون. بنده میگویم عدم مداخله در امور سیاسیه یعنی اینکه در یک سیاست دروغ، دغل، دوگانگی وارد نشین، چون اون موقع اصالت انسانی شما رو زیر سوال میبره. به جای اون بیاین افراد رو تعلیم و تربیت بدین، بیاین دانش ها رو بیشتر بکنید، بینش ها رو بیشتر بکنید. هر چقدر مردم آزادتر بشن از خرافه‌گری، اون موقع رهبر رو بهتر میتونن انتخاب کنن. از جمله علامات بلوغ عالم اونه که ما انقدر هوشیار بشیم که این کرسی اقتدار قدرت هر کسی نخواد بشینه بر روش. این بیان مهمیه، یعنی قدرت به جای کنترل بشه وسیله خدمت. بیاین دانشگاه‌های بیشتری بسازین، بیاین دخترها و پسرها رو در اقصانقات عالم بهشون تعلیم و تربیت بدین. اینا سیاست حقیقیه که باید وارد بشیم و الا سیاست رو در اشتخالت بدیم. اگر دین دارین اسباب فساد، هم دین میشین هم سیاست. به همین دلیلم هست که هیچ کدوم از ادیانی که بنده میشناسم، از موسی بگیر تا بهاءالله، تعلیم دادن که در سیاست تفرقه‌آمیز دخالت نکنید. اصل عدم مداخله در امور سیاسی، اون چیزی که به تزار مربوطه به تزار واگذار، و اون چیزی که به پسر انسان ارتباط داره با او خوشنود باش. ولی پسر انسان حکومت قلب رو داره، پسر انسان میخواد خرد رو با مهر آمیخته بکنه. همین اصل خدای من شاهده که در آثار عرفای اسلامی وجود داره. اگر تقوا نبود من سیاست مدارترین مرد عرب بودم منصوب به امیر. یا شما در آثار بهاءالله میبینید که و پسرش میبینید که هر کسی میخواد در مورد امور سیاسی صحبت کنه، اول قطع نسبت از شریعت ما رو بکنه. اینا همشون دارن یه چیزی میگن، میگن تقوا با حق بازی نمیخونه. اگر عمرا سیاست بخواد در دین دخالت کنه فساد ایجاد میشه، و اگر دین بخواد در سیاست دخالت کنه اسباب فساد همگانی رو ایجاد میکنه. بنابراین اصل عدم مداخله در امور سیاسیه یا اصلی نیست که مربوطه به یک دین یا یک حزب باشه، یا حزب انسانی هستی یا نیستی.
مشکل ما این است، رهبرای سالمی نداریم. علتی هم که نداریم چون خودمون هوشیار نیستیم، چون رأی که میدیم رأیمون با خرد پروری همراه نیست. ما بیشتر بت پرست هستیم، ما بت ها رو سعی میکنیم انتخاب کنیم، نتیجهش هم غیر از این نمیشه. راه حل اینه افراد هوشیار بشن، اجتماع هوشیار بشه، تا اون کسانی که انتخاب میشنم سلطنت رو وسیلهی برای خدمت بتونن. این است معنی اصل عدم مداخله در امور سیاسیه. چقدر دیگه من وقت دارم جناب کارگردان؟ دو دقیقه؟ دو دقیقه، این که خیلی زیاده. یه سوال دیگه کردین، نمیخواهم زیاد روش بپردازم. سوال کردین که آیا مقصود از نقطه حقیقت یعنی چی؟ عوالم حقیقت رو توضیح بدین. این رو من میذارم برای هفته بعد که انشالله بهش بپردازم، ولی در اینجا میخواهم تشکر بکنم از جمعی شما که به این برنامه توجه میفرمایید. من بی اندازه ممنون هستم از اینکه سوالاتتون رو برای ما میفرستین و از بنده شما درخواست کردین که اگر میشه مدت زمان این برنامه رو بیشتر بکنم. من فکر میکنم زمانش مناسبه، چون یک مجموعه ای هست از بیانات مهمانان بنده و سوالایی که شما میکنید و این طریقت رو ادامه میدیم. چون حوصله زیاد شما ندارین و توجه دادن به این برنامه ها یه مقدار تمرکز میخواد، من پیشنهاد میکنم که به این برنامه ها مجدداً گوش بدین و تصمیم خودتون رو بگیرین. و اگر رسیدیم به جایی که عشق و محبت شما بیشتر بشه، تعصباتتون کمتر بشه و وحدت عالم انسانی، عدالت اجتماعی رو شما افزون بکنید، شما به هدف این برنامه که دانش، بینش و رهایی نائل شدید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.